همراه میشیم با پوران نازمی، فعال سیاسی از تهران. خانم نازمی، امروز تعطیلات رسمی تمام شد، شرایط شهر تهران چگونه است؟ در این روزهای سیاه سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم و خدمت شما. والا نه فقط تهران بلکه تمام ایران این یک گسلی شده که پیشلرزه هاش رو اعلام کرد، اما الان باید منتظر زلزله بزرگ و مهیب باشیم. طبق آماری که امروز دیدین، بیشترین تعداد فوتی رو از امروز داشتیم و هر روز هم بیشتر میشه. این نتیجه همون اشتباهاتی است که حکومت کرد. اینها اومدن به هر حال تعطیلات رو اعلام کردن، اما این تعطیلات چه تأثیری گذاشت؟ هیچ نظارتی نکردن، مردم تونستن این همه بیان، نمیدونم مراسم مذهبی برگزار کنن، تو مساجد پر شد، خیلی ها به عنوان تماشاگر رفتن. و اینطوری که دیده میشه، مسئله اینه که الان من واقعا باید بگیم که 60 میلیون نفر انسان مبتلا یا ناقل در ایران وجود داره. هر یک تعطیلی، هر یک روز تعطیلی، شما ببینین چه عوارضی، چه خسارت و هزینه‌ای به مملکت وارد میکنه. اما شما میبینید که این تعطیلی رو دادن بدون اینکه هیچ مثلا ثمری داشته باشه و تازه بدترش هم کردن. بله، مردم خب چند ماهه که در مورد واکسن، واردات واکسن دارن صحبت میکنن. چقدر واکسیناسیون مطالبه عمومی مردمه؟ خب ببینید، اینا هر وقت یک عده انسان شفیق و دلسوز این مملکت اومدن هشدارهایی رو بهشون دادن قبول نکردن. همیشه اومدن اون روند سیاسی و نمیدونم توهمات خودشون رو به کار گرفتن. هرچند که من فکر میکنم که نظرات و یا روش هایی که دارید میبینید دیگه، با این افشاگری هایی که خودشون کردن مشخص شد که اصلا این مسئله واکسن به اون شکلی که اونا میگفتن نبود. یک به قول معروف مافیای اقتصادی و فساد خیلی بزرگی پشت مسئله واکسن بود. متاسفانه من این رو البته نمیخوام، من متخصص نیستم، کارشناس نیستم وارد این مسئله بشم، اما حتی واکسیناسیون رو میبینید داره با شکست مواجه میشه. دلیلش اینه که خب اینها اصلا از تجارب کشورهای دیگه استفاده نمیکنن، چه واکسنی رو در چه رده سنی بزنن، چه زمانی بزنن و خیلی مسائل دیگه. اما امیدوار هستم که با همین شتاب اشتباهی هم که اینها شروع کردن بتونن ادامه بدن. ما دو روزه که در مجلس میبینیم نمایندگان صحبت میکنن، وزرای پیشنهادی رو میبینیم، به نظر نمیرسه که مسئله واکسیناسیون دغدغه باشه. فرمانده سپاه هم الان میگه که سلاح بیولوژیک این واکسن ها و ما نمیتونیم به مردممون تزریق کنیم. با این روند شما فکر میکنید، شما خودتون یا دیگه شهروندان امیدی دارن که سیاست دولت یا سیاست حکومت در واقع عوض بشه در قبال واکسیناسیون؟ ولی در واقع ما هیچ وقت به این حکومت اعتمادی نداریم. دلیلش هم اینه که اینها اگه جایی بخوان کاری هم بکنن که نمیخوان، واقعا دانش امکاناتشو ندارن و اینقدر خودشیفته هستن که خیلی جاها اشتباه کار میکنن. اما این آقای سپاهی که همچین چیزی رو فرمودن خیلی عجیبه. بله، حتی میشه بگیم که این شاید سلاح بیولوژیک هم باشه، ولی من میخوام از اینها بپرسم، شمایی که اینقدر مدعی هستید، نمیدونم چرا از همون کشورهای دوستی که اینقدر بهشون کمک کردید و این همه پول به پای اینها ریختید، نرفتید اون واکسنی رو که مطمئن بودیم و به اونجا دادن وارد کنین. شمایی که میتونین تحریما رو اینقدر خوب دور بزنین، میلیاردها دلار پول این مملکت رو در چرخش‌های چی بذارید و پول رو جابجا کنید تو این تحریم، چطور نمیتونیم واکسن سالم رو پیدا کنید و بیارید؟ هرچند که برای خودشون آوردن. اینا به هر حال چون این روش ها و سیاست هاشون همه جا با شکست مواجه شده، الان میخوان به هر طریقی که شده ذهن مردم رو از مسائل اصلی منحرف کنن و از اشخاص اصلی. متشکرم از شما پوران نازمی، فعال سیاسی از تهران.